همزمان با نشر خبرهایی از جابجایی پشتونهای تندرو سنی در استانهای شمالی افغانستان از سوی طالبان، برخی منابع از شهرک‌سازی‌های مشکوک این گروه در استان غزنی ابراز نگرانی می‌کنند. ساکنان مناطق هزارنشین در استان غزنی می‌گویند طالبان صدها هکتار زمین ملکیت آنها را غصب کرده و روی آنها برای اعضای طالبان پاکستانی شهرک‌سازی می‌کند. گزارش فاطمه موسوی را با هم ببینیم. با افزایش شایعات در مورد جابجایی خانواده‌ها و قبایل پشتون در مناطق شمالی و مرکزی افغانستان، منابع از ساخت شهرک‌های مشکوک در برخی مناطق از جمله استان غزنی خبر می‌دهند. به گفته این منابع، طالبان کار ساخت 4 شهرک را در مرکز و شهرستان‌های ناوه، قره‌باغ و واغز این استان آغاز کرده است. بر اساس ادعای منابع، کار این شهرک‌ها 6 ماه قبل شروع شده است. به گفته این منابع، بزرگترین شهرک هم اکنون کار آن به شدت جریان دارد در شهرستان ناوه ساخته می شود که به طور مستقیم از سوی شبکه حقانی حمایت مالی می گردد. همزمان شهرکی در مرکز غزنی در حال ساخت است که بخشهایی از زمین شهرک معلمین در آن غصب شده است. همچنان منابع در شهرستان قره‌باغ ادعا می کنند که صدها جریب زمین شهروندان هزاره این شهرستان از سوی طالبان برای ساخت شهرک غصب شده و شهرک دیگری هم در واغز به هدف نامعلومی در حال ساخت است. بر اساس ادعای منابع مردمی، این منطقه سالها در ملکیت هزاره ها بوده و از آن سند دارند، اما طالبان به اسناد آن توجه نکرده است. به گفته آنان، غصب این منطقه و آغاز کار شهرک‌سازی مشکوک سر و صداهای مردم را به همراه داشته که طالبان برای مدتی محدود کار ساختمانی را متوقف کرده است. منابع تاکید می‌کنند که طالبان از 1 هفته به این طرف یک بار دیگر کار ساخت این شهرک‌ها را سرعت بخشیده. این در حالی است که طالبان تا چند روز پیش در مورد چرایی ساخت این شهرک جزئیاتی ارائه نمی‌داد. اکنون با جابجایی 20 خانواده برگشت داده شده از پاکستان، این گروه اعلام کردند که این شهرک به خانواده‌های مهاجران برگشت از پاکستان توزیع خواهد شد. منابع می‌گویند که این اظهارات طالبان در حالی مشکوک به نظر می‌رسد که روند اخراج اجباری مهاجران از پاکستان در چند هفته گذشته آغاز شده است، اما کار ساخت این شهرک ماه‌ها پیش عملاً جریان داشت. با این حال منابع ادعا کردند که در این شهرک ها مهاجرانی که عمدتاً خانواده های اعضای تحریک طالبان پاکستانی جا به جا خواهند شد. آنها مدعی‌اند که اخراج یکبارگی مهاجران از پاکستان و آمادگی های قبلی طالبان برای جابجایی آنان مشکوک به نظر می رسد. طالبان اما در مورد این ادعاها جزئیاتی ارائه نداده. گفتنی است که منابع ادعا کرده بودند که طالبان ده‌ها جریب زمینش ملکیت شیعیان و هزارها را در منطقه سراب شهرستان جغتو تصاحب کردند. این گروه با غصب زمین که گفته می‌شود مربوط به هزارهای این منطقه است، شهرک‌سازی کرده و آن شهرک را به کوچی‌ها توزیع کردند. فاطمه سادات موسوی، اخبار شیعه. برای بررسی بیشتر جزئیات این خبر همراه میشیم با دکتر عبدالواحد افضلی، استاد دانشگاه تورین از ایتالیا که به ما پیوسته. سلام، وقتتون بخیر. آقای افضلی، طالبان با جابجایی قوم پشتون در مناطق شمالی و فارسی زبان افغانستان چه اهدافی رو دنبال میکنند؟ سلام به شما. طالبان در برنامه‌ریزی‌هایی که از گذشته وجود داشته مسیر حکومت‌های قبلی رو پیش می‌برم. اولین بار امان الله خان در سال 1301 یک قانونی را ایجاد کرد که اون قانون به نام ناقلین یا نظامنامه ناقلین شناخته میشه. بر اساس اون نظامنامه مردم پشتون و شهرهای جنوبی و مشرقی به مناطق شمال افغانستان انتقال دادن و اونها هدفشون به هم زدن ترکیب جمعیتی بود که در افغانستان وجود داشت و اون سیاست هنوز هم ادامه داره و طالبان اونو تعقیب میکنه و طبیعی است که به هم زدن ترکیب جمعیتی جامعه افغانستان که به شدت جامعه متکثر قومی، زبانی و حتی مذهبی هست،
نه تنها سبب بهتر شدن شرایط نمیشه که برعکس دامن میزنه به شرایط نامناسبی که وجود داره فعلا در افغانستان. جناب افضلی، اخیراً نگرانی ها از غصب ملکیت های شیعیان و هزاره ها برای شهرک سازی در غزنی افزایش یافته. پیامدهای این اقدام در کوتاه مدت و بلند مدت چه خواهد بود؟ طبیعی است که شهرک سازی ها در هر مناطقی از افغانستان که انجام شوند در واقع به قصد برهم زدن ترکیب جمعیت قومی یا مذهبی اون منطقه است که طالبان انجام میدن و به خصوص در مناطق شیعه‌نشین و مناطقی که مردم هزاره زندگی میکنن و این در ادامه سیاست های حکومت های قبلی در چارچوب اخراج مردم از منطقه و کوتاهی اجباری که رخ میده اینا رو میشه با هم جمع کرد و طبیعی است که شهرک‌سازی اعطای زمین های کشاورزی و مردم غیر بومی میتونه سبب تضییع حقوق مردم بومی اون مناطق بشه و در ضمن سبب ایجاد ناامنی ها و نارضایتی ها در آینده شود. سپاسگزارم از شما دکتر عبدالواحد افضلی، استاد دانشگاه تورین از ایتالیا.